آرش حسنیا روزنامه‌نگار اقتصادی از پراگ با من هستن. راجع به این گزارش بیشتر با هم صحبت می‌کنیم. آقای حسنیا، چه عواملی فکر می‌کنین باعث این کاهش رشد اقتصادی در بهار امسال شده؟ خب پیش از این هم اقتصاددان‌ها پیش بینی می‌کردن که فروش نفت به تنهایی نمیتونه اقتصاد ایران رو با یک رشد مستمر و پایداری روبرو بکنه، مگر اینکه در بخش نفت سرمایه گذاری صورت بگیره، تکنولوژی وارد این بخش بشه و میزان تولید و صادرات مستمر افزایش پیدا بکنه. ملاحظه می‌کنیم که نرخ رشد گروه نفت از 16.5% سه ماه نخست پارسال به 9.5% کاهش پیدا کرده که همین تئوری و همین پیشبینی رو ثابت میکنه که موتور پیشران اقتصاد ایران نمیتونه بدون سرمایه گذاری و بدون عادی شدن شرایط فروش، تولید و صادرات نفت کماکان جور رشد اقتصادی رو بکشه. ما در فصل بهار امسال یک بی‌ثباتی سیاسی رو هم شاهد بودیم، از سانحه سقوط هلیکوپتر ابراهیم رئیسی و همراهانش تا برگزاری زود هنگام یک انتخابات. همگی اینها به نااطمینانی‌ها در اقتصاد ایران دامن زد و عملاً فعالان اقتصادی رو با یک تردید جدی مواجه کرد برای آینده فعالیت اقتصادیشون. در این حال ماه فروردین رو هم عملاً ماه تعطیلی در سال جاری بود، همزمانی تعطیلات نوروز با ماه رمضان اساساً یک ماه از فصل بهار رو فاقد کارایی برای فعالان اقتصادی کرد. در این حال در فصل بهار امسال ما شاهد معضل تأمین ارز برای تولید کنندگان و تأمین مواد اولیه بودیم، به ویژه اینکه تغییراتی رو در قوانین ثبت سفارش واردات و همینطور مقررات در سامانه تجارت شاهد بودیم که عملاً زنجیره تأمین مواد اولیه رو برای تولید کنندگان با زحمت و دستاندازها و چالش‌هایی روبرو کرد. ضمن اینکه در هفته‌هایی از بهار بی‌ثباتی در نرخ ارز و شوک‌های قیمتی در بازار ارز رو هم شاهد بودیم که به این مجموعه دامن می‌زد که به هر حال فعالیت‌های اقتصادی رو مختل کرد. در این حال مسائل منطقه‌ای و تنش‌های منطقه هم در فصل بهار بی تأثیر نبود بر اینکه نرخ رشد اقتصادی با یک افت و نزول همراه بشه. در کنار همه مواردی که شما هم بهش اشاره کردین، خب ما شاهد بحران قطعی برق صنایع در تابستان هم بودیم که قطعاً بر روی این بخش تأثیر داره. چه چشم‌اندازی فکر می‌کنید از رشد اقتصادی در ادامه سال وجود داره؟ همینطور نکته مهمی رو اشاره کردید، کما اینکه در فصل بهار، در آخرین ماه فصل بهار، در خرداد ماه همزمان بود با آغاز قطعی برق که در تابستان شدت گرفت و بر میزان تولید و سطح فعالیت شمار زیادی از صنایع اثر منفی بسیاری گذاشته. میشه پیش بینی کرد که در تابستان این اثر منفی بسیار شدیدتر بوده و نرخ رشد اقتصادی رو تحت تاثیر قرار خواهد داد. در این حال قطعی گاز در زمستان هم در کمین اقتصاد ایران هست. پس از رهایی از مشکلات کمبود برق، مشکلات کمبود گاز آغاز خواهد شد. اما مهمتر از تمام اینها که اثر مهمی بر وضعیت رشد اقتصادی ایران باقی خواهد گذاشت، نتیجه تحولات سیاسی در ایالات متحده به طور مشخص نتیجه رقابت‌های انتخاباتی در این کشوری که بر وضعیت فعالیت اقتصادی ایران اثرگذار خواهد بود، ضمن اینکه سطح تنش ایران و اسرائیل در منطقه هم از جمله عوامل مؤثر بر میزان نرخ رشد اقتصادی در ماه‌های پیش رو تا پایان سال هست. آرش حسنیا، روزنامه‌نگار اقتصادی از پراگ، ممنون با من بودین امروز.